سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که همچنان در خدمتتون هستم این چند هفته گذشته که من مطالبی رو نوشتم و در صحبتهای هفتگی خودم در تلویزیون ایران فردا هم مطرح کردم برای چند نفری سوالاتی پیش آمده که من فکر میکنم که شاید زمانش رسیده باشه که به این ها پاسخ گسترده تری داده بشه نه برای امروز حتما بلکه برای روزهای گذشته و نتیجه گیری برای آینده به همین دلیل من عنوان صحبتم رو به دلیل همون ها گذاشتم چرا من هیچ کجا نیستم منظور اینه که بسیاری از این سازمان ها، احزاب، کنگره ها، نمیدونم کنفرانس ها اعلام میشه که من درش حضور ندارم خب طبیعی من میخوام باشم ولی وقتی که سوال میکنم که مثلا این سازمان این حزب این شورا چجوری تشکیل شده وقتی به هم میگن که خب بعدا تو بیا فعلا اسم تو بذار بعدا بهت میگیم خب طبیعتا مورد قبول واقع نمیشم و من رو شرکت نمیدن خب خیلی هم ساده است این قضیه در حال حاضر من فکر کردم همونطوری که عرض کردم برای پاسخ به این سوال دو سه هفته وقت بگذارم چون به هر حال توی این دوازده سیزده دقیقه که من صحبت میکنم نمیشه که همه این مسائل رو یک جا مطرح کرد آخرین سازمان و آخرین نشستی که خیلی پر سر و صدا در طی این دو سه ساله گذشته انجام شده به نام شورای مدیریت گزاره شورای مدیریت گذار به هر حال همونطوری که عرض کردم مدت طولانی از تلویزیون های پربیننده پخش شده و همچنان مقاماتش از دبیر کلش از وزراش از همه چی برای مردم روشن و مشخص هستن من چرا در شورای گذار مدیریت گذار نیستم و این یه سوال باز دیگه به حال منم همه عمرم رو صرف مسائل سیاسی ایران کردم یا اینکه که من جز اون براندازان و سرنگونی طلبان و ایران دوستان نیستم و یا اینی که شایستگیشو ندارم یکی از اینها باید باشه دیگه فکر میکنم که اجازه بدید در همین زمینه عنوان بکنم که وقتی شورای گذار میخواست تشکیل بشه از من هم دعوت شد به وسیله دوست بسیار عزیز و ارجمندم آقای دکتر جمشید اسدی و از طرف دیگه آقای فریدون احمدی ولی به حال دکتر جمشید اسدی دوست نازنین من چند بار در این زمینه با من صحبت کردن و من فقط من یک سوال کردم چون اون یک سوال پاسخ نداشت به هر حال اسم من در اونجا دیگه وجود نداشت طبیعی هم بود من سوالم این بودش که افرادی که شاخص شورای مدیریت گذار هستند آقایان مهندس شریعت مداری جناب آقای دکتر سازگارا جناب آقای دکتر شهریار آهی جناب آقای فیدون احمدی جناب آقای مهران دکتر مهران براتی همه اینها در این چند ساله گذشته سازمان ها و کنفرانس های تعدادی زیادی رو تشکیل دادن سال من این بود که دکتر اسدی این رو به شورای گذار ببره و برای من پاسخش رو بیاره سوالم این بود که چرا این سازمان ها که از روز اتحاد برای دموکراسی آغاز شده و اون زمان آقای دکتر جواد خادم هم اونجا تشریف داشتن یا برگزار کننده اصلی بودن به اتفاق دوستانشون که من نام بردم چه اتفاقی افتاد چرا اون این چند جا مثل کنفرانس استوکل مثل بلژیک مثل کنفرانس پراگ مثل اینها به هم خورد و به نتیجه نرسید و چرا شورای گذار با همون افراد شورای مدیریت گذار ببخشید با همون افراد به نتیجه خواهد رسید پاسخ این بود که تو در حال حاضر فقط بیا اسم تو بذار امضا کن بعدا در این زمینه صحبت میکنیم طبیعی بود که من این کار رو نکردم ولی چه بود واقعا من همیشه در طی این سالها در طی این سالهای دراز و متاسفانه سالهای ننگین حکومت جمهوری اسلامی بر کشورمون یک مسئله رو به طور مشخص عنوان کردم و اون اینه که هر سازمانی هر حزبی هر کانونی تشکیل میخواد بشه باید بتواند که اعتماد مردم رو به دست بیاره در طی این بیشتر از چهاردهه ما متجاوز از هزار سازمان، حزب، انجمن، کانون اینا در خارج از کشور تشکیل شده و این نشونه پویایی این جمعیت ایرانی خارج از کشوره. ولی چرا ما به نتیجه نرسیدیم؟ این چرا رو باید که پاسخ گفت. من در همون زمان موقعی که این, این نشست ها و کنفرانس های از طرف همون اتحاد روز اتحاد که اتحاد برای دموکراسی برای ایران انجام میشد و همین آقایانی که نام بردم در گردانندگان اصلی اون بودن یک سوال رو مطرح کردم اون سوال این بودش که معنی و مفهوم کنفرانس در مرحله اول چیه که یک موزلی رو برای مردم مشخص بکنه و پاسخش رو پیدا بکنه این کنفرانس ها ناگزیر باید که از طرف ارگان های مشخص معنیدار شناخته شده مثل دانشگاه ها مثل سازمان های دیگری که در این زمینه کار کردن مشخص باشه که این سازمان کیه این دانشگاه کیه این بودجهش از کجاست این مف... معنی و مفهوم کنفرانسش چیه همونطور که ما در سی سال گذشته در انجمن پژوهشگران ایران اعلام میکردیم و مقاله میخواستیم مهر رو معلوم میکردیم میزان بودجه رو معلوم همه این حرفها کتابی که چاپ میشد در اولش می نوشتیم که این کتاب با چه هزینه ای از طرف چه کسانی پرداخت شده همه اینها معانی و مفاهیم اصلی یک کنفرانس رو نشون میده است که نشست یعنی چی ولی وقتی که کنفرانس میگه فقط میگن برگزار کننده وقتی که هزینه ها پرداخت میشه حتی برای تماشاچیان و نه تنها سخنرانان و مسائل بیشماری و در نهایت به یک باره از بین میره خب طبیعیه که اعتماد مردم رو نمیتونه جلب بکنه من در همون زمان دقیقا در, در سال 2012 ده سال پیش نامه ای رو نوشتم عنوانش هست کنفرانس پراگ فرخ نگهدار و جواد خادم این رو مخصوصا میگذارم توی همین ویدیویی که دارم صحبت میکنم پخش زمینش میکنم که ببینید و ببینید که ده سال پیش چه چیزی نوشته شده همین افرادی که امروز شورای مدیریت گذار رو تشکیل میدن اون روز من نوشتم که معنی و مفهوم کنفرانس چیه برگزار کننده کیه و بسیاری از این مسائل ولی در کنفرانس پراگ واژه کنفرانس شهر زیبای پراگ واژه دموکراسی واژه اتحاد گفتگو انتخابات آزاد واجه های اصلاحات حکومت قانون جامعه مدنی و بسیاری از این مسائل مطرح شده که من فکر کنم هیچ کس نه میتونه مخالفش باشه نه اصلا اینها قشنگ چرا که نباشه ولی در اونجا مطرح کردم که خیلی مشخص باز من ارز کردم این رو می میکنم که ببینید ولی اینجا ده ده وقتی که دعوت کننده مشخص نیست تحت عنوان برگزار کننده اعلام شود. از نظر مالی دو تا تاجر ایرانی دوتا تاجر خوشقلب به ایرانی هزینه ها شد مطرح میکنن و فقط فقط شرطشون اینه که اسمشون مطرح نشه که من بارها گفتم این دو تا تاجر از زمان مشروطیت هم دیگای آش رو توی سفارت انگلیس برگزار میکردن و معنیش معلوم بودش که اون دو تا تاجر هنوز هم متاسفانه ما نمیشرسیمشون حالا دیگه من اینجا ودم یک سوالی رو مطرح کردم سوال خیلی مشخصه سوال اینه که ما تکلیفمون با وزارت اطلاعات با فرخ نگهدار مشخصه فرخ نگهدار رو در یک مجموعه صحبت میکنم به عنوان سمبلش. این دو فکر به وزارت اطلاعات اولیش طبیعیه که میخواد رژیم رو نگه داره طبیعیه که بعد رژیم رو نگه داره گروه دوم کسانی هستند که میخوان از منافع نگه داشتن رژیم استفاده بکنن به همین دلیل که شما نگاه میکنید ببینید که بلافاصله که این کنفرانس پراگ عرض کردم به دنبال بلژیک و نمیدونم استوکلم و اینها و هزینه های بالا انجام شد بلافاصله که این کنفرانس انجام میشه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک بیانیه میده که ما میدونیم که اپوزیسیون ایران نمیتونه با هم دیگه متحد بشه خب حالا سوال بالاخره باید دید که این چه اتفاقی میفته چرا این اپوزیسیون ایران نمیتونن با هم دیگه متحد بشن من در همون زمان اعلام کردم که بعد از این نامه اعلام کردم که امیدوار هستم یکی از این آقایانی که اسمشون برده شد حضور پیدا بکنن و بگن که این بودجه ها از کجا آمده ولی میدونید چه اتفاقی افتاد کیش کدوم حاضر نشدن هیچ کدوم حاضر نشدن که بیان بگن که چه شده چه اتفاقی افتاده چرا مردم قریبن برای جمهوری اسلامی مردم قریبن چرا برای اپوزیسیون ایران هم مردم قریبن تنها کسی که آمد و در توضیحی داد دکتر علی نوریزاده بود که با من در تلویزیون اندیشه در اون زمان حضور پیدا کرد و الان روی سایت من هستش این گفتگو حضور پیدا کرد یک ساعت و بیست دقیقه برنامه بود با لطفشون به نسبت به من مثل همیشه ولی در آخرین مرحله که قرار شد بگن که این بودجه از کجا آمده گفتن که این بودجه حدود یک میلیون دلار بوده که بیشتر از 600 هزار تا اون خرج شده اگر چهارمین کنفرانس که انجام کا چهارمیش انجام نشد سه, سه،, تا بیشتر نبودش انجام نشه من میام میگم که از کجا آمده البته هیچ وقت نیامدم بگن همونطوری که دکتر جمشید اسدی نیامد بگه که چرا اون همه اصرار به من میکرد و چرا خودش آمد بیرون به مردم نمیگه چرا من از شورای مدیریت گذار بیرون ما تا این حرفا رو مشخص نکنیم که امکان نداره که حالا من اسمم اینجا باشه یا نباشه ما باید بتوانیم یک روز اعتماد مردم رو جلب بکنیم به دنبال اعتماد مردم حمایت بین‌المللی رو خواهیم داشت این یادمون باشه هیچ یادمون نره که این اعتماد مردم اولین و مهمترینه ولی نکته دیگری باز اینجا هست من در رابطه با این مسائل مرحله به مرحله در مورد پیمان نوین در مورد شور، شور، شورای ملی در مورد بنیاد میهن اینها رو بعدا توضیحات بیشتری خواهم داد سپاس گذارم